برگردیم به چند ده سال پیش، نگاه میکنیم این بیمه های اجتماعی اینطور نبوده. از روز اول طبقه کارگر با این مشکل با سرمایه‌دار روبرو بوده که حداقل دستمزدشو بهش نمیدادن. حداقل دستمزد ناشی از یه جدال طولانیه، ساعات کار ناشی از یه جدال طولانیه، تثبیت کردن بالاخره یک ساعت کار و یا کاهش ساعت کار از 40 ساعت به 35 یا 37 ساعت که اونم دارن سعی میکنن پس بگیرن. یعنی بورژوازی توی یه جدالی عقب نشسته. بیمه بیکاری نتیجه سالها مبارزه بوده، در نتیجه این اصلا ربطی به تکنولوژی نداره. جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی تو کشورهای امپریالیستی تونستن سالها پیش الان سالها پیش این رو تثبیت بکنن و امروز مدام با این با این جدال روبرو هستن که چقدر از این دستاوردهایی رو که سالها پیش گرفتن میتونن ازشون پس بگیرن یا نگیرن. اگه توی ایران چیزی جا مونده و چیزی نیست، بحث تکنولوژی نیست، بحث اون جنبش کارگری و سوسیالیستی قویه که تونسته باشه این دستاوردها رو تثبیت بکنه. و این هیچ ربطی به سرمایه‌دار نداره، این برمیگرده به طبقه کارگر که به نظر من موضوع دیگه‌ایه. دانش از سر بشر دوستیش نیست، از سر هیچ چیز نیست، به زور حقوقشون رو بهش تحمیل کردن و یه جدالی هست سر گرفتن یا نگرفتن همین حقوقی که سالها براش مبارزه شده. یداله خسروشاهی، من ناچارم بازم بیستم تو موضع سرمایه‌دار یا رو صندلی سرمایه‌دار در مقابل شما و بگم که خیلی خوب، صحبت‌های آذر مدرسی درست، توی دهه‌های گذشته توی اروپای غربی طبقه کارگر مبارزه جانانه‌ای کرده. شما جزء رهبر مبارزه مهمترین بخش طبقه کارگر تو ایران بودید، تو اون دوره میخواستید مبارزه کنید، میخواستید دستاورد داشته باشید، میخواستید همه این مزایایی که آذر مدرسی اشاره میکنه شما به دست میآوردید. حالا که شما به دست میآوردید، چرا این حکومت تازه من باید اون خسارت رو بده؟ چرا باید ما تحمل کنیم چیزی را که شما در گذشته به دست نیاوردید؟ چه تقصیر داریم ما؟ ببینید، تمام نعمات موجود تو جامعه ایران مربوط به کل مردم ایرانه. ایران یک کشور بسیار بسیار ثروتمند نسبت به خیلی از کشورهایی که در حال حاضر دارن به سرعت به طرف صنعتی شدن و به قول شما که اون مسئله به اصطلاح تکنولوژی نو را در نظر داشتید، دارن میرن به اوسا و رفتن کره جنوبی، نه نفت داره نه چیزی داره، خیلی کشور اندونزی، خیلی کشورهای دیگه، حالا اندونزی رو برای نمونه یا کشورهای دیگه تو همین رابطه در نظر بگیرید. ایران از نظر ثروت یک کشوری که منابع ثروت عظیمی داره، چه از نفت و گاز بیه که دومی و سومین کشور تو دنیا، چه از منابع به اصطلاح آهن و طلا و نمیدونم زغال سنگ و هر چیز دیگه که در نظر بگیرید، واقعا نصف به خصوص آلومینیوم همینطور. یعنی این موجوده توی جامعه ایران، منتها چگونگی مصرف این مهمه، چگونگی صرف این در رابطه با جامعه یا در رابطه با مسائل دیگه بسیار مهمه از نظر به حساب این کار کرده اینا تو رابطه با جامعه ایران به طور مشخص. اینا شما در نظر بگید که مثلا فرض کن نفت شد بشکه $150 یا $40، چه تأثیری تو زندگی کارگرها گذاشت؟ صفر، که حالا شده $40 اینا دارن میلرزن، یا چیزای دیگه به طور کلی. بنابراین این مسئله که به اصطلاح سرمایه یا سرمایه داران همچون حرفی بزنن منهای به حساب مبارزات خود کارگران که الان روش میشه باز حتما صحبت بکنیم، این جنبه اصولی نیست که مثلا ما یه هم چیزی رو ترک کنیم که خب حالا که کارگر مبارزه میکنه واسه تو سرشون، حالا که کارگر مبارزه نکردن جسارت اینطوری نیست. شما یکی از پرقدرت ترین به نظر من و به حساب طولانی ترین اعتصابات کارگری، اعتصابات عمومی کارگری در سطح جهان تو انقلاب 54 ماه اون اعتصاب عمومی بود. شوخیه، یه رژیم اوور پایین، همه اینا قبول دارن که طبقه کارگر به اصطلاح به طور واقعی نیروی اصلی انقلاب، حالا با یه بخش از بورژوازی هم گام شدن، هم حرکت کردن به خاطر عدم شناختشون و اون رژیم قبلی سرنگون کردن به طور کلی اینا. و بنابراین اگر موقعیتی باشه که به اصطلاح
توازن قوا به شکلی به نفع طبقه کار باشه، میدونه چی کار کنه و نمونهشو داشتیم و داریم. بنابراین اگر بررسی بخوایم بکنیم از وضعیت گذشته از سال 56 تا امروز طبقه کارگر رو میتونیم بررسی بکنیم، ببینیم چه عواملی باعث شده به طور کلی که طبقه کارگر به وضعیت فلاکتبار امروز از نظر اقتصادی سیاسی برسونه. اینو باید بررسی کرد و ببینیم موزل واقعی چی بوده که تا اینجا رسونده طبقه کارگر، طبقه کارگری که به اصطلاح مهرش تو انقلاب زد و تمام دنیا پذیرفت و هر روز اینا مصاحبه میکنن برمیگردن به اون که آره طبقه کارگر محرک اصلی انقلاب بود و تونست سرنگون کنه رژیم هم را بخشی از بورژوازی. بنابراین میشه نشست گفتگو کرد و ببینیم که مسبب واقعی رسیدن کارگرا به موقعیت فعلی چی بوده و چرا به قول شما حالا مبارزات نتونسته او دستاوردهای موجود جامعه جهانی رو به دست بیاره و چرا نتونسته به اصطلاح این وضعیت رو از این وضعیت فلاکتبار بیرون بیاره. ببینید توی مثلا 40 سال پیش اصلا اگه در نظر بگیریم کارگرای نفت آبشون مجانی بود، دو تا آب داشت مجانی، یه آب باغچه یه آب خوردن در هر خونه، برق مجانی بود، خونه مجانی بود، بهداشت مجانی بود، جیره خاربار مجانی بود، رفت و آمد مجانی بود، پول نفت ماهی 360 لیتر نفت میگرفتن دوره شما دوره ما، یعنی این همه بود، یعنی همه چی مجانی بود، گرفته بودیم، چرا نگرفت؟ یعنی اگر وضعیت به جایی برسه طبقه کارگر این مقصش کار میکنه که به اینا رو بگیره. اینا رو گرفته بودیم، گرفته بودیم اینا رو. یک توی زمان جنگ به بهانه جنگ، در صورتی که ما جیره خاربار رو به خاطر جنگ جهانی گرفته بود طبقه کارگر نفت، چون اون موقع نون نبود، آب نبود، اومدن گفتن چیکار کنیم، یک 50 کیلو آرد با یک گونی زغال دادن گفتن نون بپزید تو خونه‌ات. از اونجا شروع شد خاربار، یک رفتن سلسله کردن نخود و لوبیا و عدس و روغن و برنج و نفت و شکر و فلان اینا بهش اضافه کردن، یک ارت ایمان در جمعی. بنابراین شعور کارگر میرسه اگر به قدرتشون دارن، اگر وضعیت طوری باشه که بخوان برن به طرف دستشونی دستار داری منطقه، چون انقلاب به بهانه جنگ با یه بخشنامه آقای توکلی و آقای خرزی تمامی دستاوردها رو یه جا قطع کردن، بتونن جنگه و بعد دیگه و بعدم اون سرکوب فیل. حالا باید حتما بریم رو موزلات 56 تا حالا موزلات طبقه کارگر و بعد از اونم با سرکوب شدید به بهانه جنگ و حالا میگم که با سازماندهی یک ارگان مافیایی بر جنبش کارگری طبقه کارگر به وضعیت فعلی امروز رسوندن. بنابراین آره اگر که وضعیت طوری باشه که به اندازه سر سوزن توازن قوا به نفع کارگر باشه، کارگر واقعا میرن به طرف رسیدن به این دستاوردها و رفته بودن قبلا، حالا به اینجا رسید. باید ببینیم چرا به اینجا رسید. من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم. ببینید من اگه باشم در مقابل یه همچین استدلالی که شما سالها مبارزه کردید و به دستاوردی نرسیدید چرا امروز، من جوابم اینه که جنگ بین ما و شما، بین طبقه کارگر و سرمایه دار هیچ وقت آتش بسی درش اعلام نشد. به من چه رژیم سیاسی عوض شده، به من چه امروز به جای رژیم سلطنت رژیم جمهوری اسلامی اومده. هنوز یه عده اونجا هستن، کارگرن، دارن کار میکنن، نیروی کارشون رو میفروشن، استثمار میشن، با فقر و فلاکت سر و کار دارن و یه عده هستن اونجا که دست به سیاسفید نمیزنن، از قبل ثروت که ما تولید میکنیم ثروت اندوزی میکنن، تو رفاه کامل هم زندگی میکنن و جنگ بین ما و شما همیشه ادامه داشته. حالا اسم شما شده جمهوری اسلامی، فردا بشید دوباره سلطنت یا بشید جمهوری